ادامه مذاکرات پرسپولیس با آقای گل. چرا علیپور بهترین جایگزین لوکادیاس؟ اگرچه هنوز مذاکرات به مرحله نهایی هم نزدیک نشده، اما همه میدونن که بهترین و بی‌دردسرترین جانشین برای یورگن لوکادیا آخرین آقای گل پرسپولیسه. یه شوت استثنایی به کنج دروازه سایپا پایان کار بهترین مهاجمی بود که پرسپولیس در همه این سالها داشت. بازیکنی که همه رکوردها رو شکست و بهترین گلزن لیگ برتر و بهترین آقای گل باشگاه شد و زمانی که میرفت خودش آماده رکورد اصلی که بهترین گلزن باشگاه کنه به سراغ جاه طلبی در قاره سبز رفت، اما حالا نامش وارد لیست خرید سرمربی تیم شده و بالاتر از همه دیده میشه. علیه علیپور. واسه عالی از فرشاد عمدل به انصاری، با محمد انصاری یه کارتک خوب، یه موقعیت و گل سوم. گل سوم علی علیپور به ثمر میرسونه. 3-0 نفر پرسپولیس و الان دیگه خیال پرسپولیس از کسب پیروزی در این مسابقه راحت میشه. با خروج ناگهانی یورگن لوکادیا از پرسپولیس، حالا همه میدونن که این باشگاه نیاز به جذب مهاجم جدید داره. خود یحیی گل محمدی هم از حضور قریب الوقوع یه فوروارد جدید در جمع سرخپوشا خبر داده. در این زمینه رسانه‌های گوناگون گمانه‌زنی‌های زیادی داشتند و مهاجمای مختلفی رو به پرسپولیس لینک کردند، اما پرتکرارترین نام علی علیپور بوده. مهاجم پیشین پرسپولیس که با 72 گل زده جزو برترین گلزنای تاریخ این باشگاه به شمار میاد. از پایان لیگ 19 به لیگ پرتغال رفت تا رویاهاشو بیرون از مرز جستجو کنه، اما به طور کلی اوضاع در اروپا هرگز برای علیپور خوب پیش نرفت. اون در ماریتیمو دو فصل قابل قبول داشت و عملکردش در فصل دوم به شکلی درخشان بود که پیشنهاد ژیل ویسنته رو متوجه خودش ببینه. تیمی که تونسته بود سهمیه اروپایی بگیره و در بین مدعیان لیگ پرتغال قد علم کنه. در طول ماه‌های گذشته بارها شایعه بازگشت علیپور به پرسپولیس مطرح بوده و خود اونم به دفعات به تیم سابقش چراغ سبز نشون داده. امروز هم نمیدونیم علیپور به پرسپولیس باز خواهد گشت یا نه، اما اون چه مسلمه اینه که سفر این بازیکن به اروپا هرگز برای اونطور که میخواسته نبوده. علیپور این فصل 3 گل برای ژیل ویسنته زده و هنوز نتونسته به فرم مطلوب برسه. در حقیقت علیپور اهدافی رو برای خودش متصور بود که امروز میتونیم بگیم به هیچ کدوم از اونا نرسید. ستاره سابق سرخا کار خودش رو در پرتغال از ماریتیمو شروع کرد، جایی که به تناوب بین نیمکت و ترکیب اصلی در رفت و آمد بود و در مجموع هم طی بیش از 60 بازی در تورنمنت‌های مختلف تنها موفق شد 9 گل برای این تیم به ثمر برسونه. علیپور امسال به ژیل ویسنته منتقل شد که اونجا هم دوران خوبی و پشت سر نمیگذاره. این مهاجم از آغاز فصل اغلب اوقات نیمکت نشین بوده و تا الان تنها یک گل برای تیمش به ثمر رسونده. از همه اینا که بگذریم، مهمترین هدف علیپور از ترانسفر به پرتغال که خودش هم بارها اونو تایید کرده به حضور در تیم ملی مربوط میشد. این بازیکن زمان حضور تو ایران معمولا به اردوها دعوت نمیشد و تصور میکرد شاید این نقیصه با حضور در اروپا برطرف بشه، اما دیدیم که چون این اتفاقی هم رخ نداد. در نتیجه امروز علیپور از انگیزه کافی برای بازگشت به پرسپولیس برخورداره، اما شاید تنها مانع قرمزا تو این مسیر سختگیری احتمالی باشگاه ژیل ویسنته باشه. پرسپولیس یه بار انتقال قرضی یک مهاجم از لیگ پرتغال که شهریار مقانلو باشه رو با موفقیت رقم زد. شهریار مقانلو در نیم فصل دوم لیگ 20 زمانی که خلای علیپور تازه به چشم می اومد راهی پرسپولیس شد و به قهرمانی این تیم یاری رسوند و حالا شاید مهاجم شماره 70 نقش اونو ایفا کنه. علی علیپور پنجمین گلزن تاریخ پرسپولیسه و احتمالاً در بازگشت برای صعود به رتبه دوم کار سختی نخواهد داشت.
نکته مهم این که با توجه به دردسرهای انتخاب و جذب مهاجم خارجی که در پنجره نقل و انتقالاتی تابستونی بیش از 2 ماه به طول انجامید و همچنین مشکلات جانبی خرید یک بازیکن خارجی، انتقال علی علیپور انتقالی به صرفه و بی دردسر برای پرسپولیس خواهد بود و میتونه یه سرمایه مهم برای سالهای آینده باشگاه هم تلقی بشه. اما نکته مهم اینه که آزادسازی اون از قرارداد با ژیل ویسنته پرتغال چندانم ساده به نظر نمیرسه. باشگاه ژیل ویسنته که برای 1.5 سال دیگه علی علیپور رو در اختیار داره، به این سادگی ها اونو از دست نخواهد داد و حتی شاید برای انتقال قرضی اونو پای امضای قرارداد دیگه ای بنشونه که جدایی قطعی اون در پایان فصل رو پرهزینه تر هم بکنه. اما به هر حال برای پرسپولیس که برای حفظ لوکادیا باید 400 هزار یورو تا پایان فصل پرداخت میکرد، طبیعتاً بودجه مناسبی برای جذب مهاجم و دیگر بازیکنهای مورد نظر یحیی در پایان فصل ذخیره شده. اگر از محتوای ویدیو راضی بودین لطفاً سابسکرایب یادتون نره. فعلاً.